سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز، امیدوارم هر کجا که هستید سلامت در وهله اول و بعد شاد و موفق باشید. طبق معمول هم هفته عزیزی رو داریم که میان و برای ما ویدیوشون فرستادن، برای شما صحبت میکنن مفصلن، و چون درخواست کرده بودید که مدت زیادی است راجع به MS من صحبت نکردم و خیلی از بیماری رو مطرح کردیم، این برنامه امروز اختصاص داره به مسئله بیماری MS یا Multiple Sclerosis. MS اصلا چی هست؟ Multiple Sclerosis، زخم‌های متعدد. چرا؟ به چه معنی؟ کجاست این زخم‌ها؟ بیماری MS جز دسته گروه بیماری‌های Autoimmunity Disease هست، بیماری‌های نقص ایمنی، یعنی گلوبول‌های سفید بدن که یه سیستم یه مقدارشون برای مثل تی سل ها بی سل ها اینا مبارزه میکنن با عفونت ها، میکروب ها، ویروس ها و سایر مسائل و اونا رو از بین میبرن. اینها بر علیه بدن اقدام میکنن، یعنی حمله ور میشن به غشاء خارجی عصب یعنی میالین و اون رو صدمه میزنن، دمیلینیزیشن ایجاد میکنن، خوردگی میلین ایجاد میکنن. خب هر عصبی که غشاء روش صدمه بخوره انتقال امواج از اون عصب دچار اشکال میشه. MS به خیلی مسائل بستگی داره، انواع مختلف داره، اولا 4 نوع مختلف داره که حالا بعد از عزیزی که صحبت میکنن راجع به بیماریشون من در ویدئویی مفصلا توضیح میدم که این 4 مدل چیه، چجوریه، چجوری درمان میشه. اما به طور خلاصه خدمتتون عرض کنم این 4 نوع MS عبارتند از به این ترتیبی که دارم خدمتتون عرض میکنم: عود کننده ثابت، پیشرونده اولیه، پیشرونده ثانویه و عود کننده پیشرونده، که هر کم از اینا درصد بهبودیشون از طریق کاری که ما انجام میدیم زمان بهبودیشون متفاوته. هیچ وقت دو بیمار MS یک جور و در یک زمان و یک فرم درمان نمیشن، احتمالا اختلاف بین سطح درمانی، زمان درمانشون وجود داره و این مطلب بسیار بسیار مهمیه که عزیزان ما دقت نمی کنن. ما بیماری داریم مثلا 15 ساله، 10 ساله، 9 ساله MS داره یه دوره استفاده میکنه، ما چهارم مثلا با من تماس، دکتر هنوز تغییر ایجاد نشده. خب عزیز من، شما هم طولانی مدت، هم نوع MS نوع زیاد مناسبی برای درمان کامل و خوب نیست، خیلی مسائل درش وجود داره و به غیر از این مسئله، مسئله سن، مسئله تعداد سال درگیری بیماری، مسئله ای که این بیماری چقدر عارضه ایجاد که، چون MS علاوه بر علائم عوارض هم داره، یعنی عوارضی مثل سنگینی پا، عدم راه رفتن درست، عدم تعادل، نه عوارضه، مثل علائم MS نیست. علائم MS زمانیه که حمله دست میده، تاری دید میده، گزگز اندام ها میده، سری میده، پی اس سی میده، لکنت زبان میده، این مسائله. ولی عوارض همینایی که خدمتتون عرض کردم. حالا با هم دیگه بریم صحبت های نازنین خانم دلبر طاهری رو گوش بکنیم، برگردیم، من در خدمت شما هستم. سلام عرض می کنم خدمت دکتر وزیری تبار و دکتر دلربای عزیز و بینندگان محترمی که این برنامه را می بینن. بنده دلبر طاهری هستم، بیمار بهبود یافته دکتر وزیری تبار. بنده 8-9 سال گذشته به بیماری MS مبتلا شدم. سرگیجه، سردرد، نداشتن تعادل، دوبینی، گزگز، کلن اینا رو من داشتم. روز به روزم بدتر می شدم که به دکتر مغز اعصاب مراجعه کردم، برامون ایشون MRI نوشت. بعد مشاهده MRI فرمودن که شما به بیماری MS مبتلا شدین، یه سری داروهایی هست که اینا رو استفاده می کنین و اینا پیشگیری می کنی از این بیماری، و منم این داروها رو گرفتم. یه سری آمپولای بودن که هفته یه دونی آمپولای سنووکس هفته یه دونی استفاده می کردم و یه سری داروهای دیگه که اینا رو استفاده کردم. یه مدت کوتاهی گذشت، دیدم اصلا حالم خوب نمیشه، اصلا با اینا خوب نمیشم. اولا که استفاده میکنم یه خود حالم رو خوب میکنه، اواخر که میرسه اصلا این دارو میده، دوباره به این بیماری این علائم به هم بر میگرده، بازم دوبینی و گزگز و اینا. ناراحت بودم، برگشتم پیش دکترم، رفتم گفتم دکتر جان من چیکار کنم، این دارو اصلا خوبم نمیکنن. گفت دخترم اینجا دیگه داروی جز اینا نیست که برای این بیماری. تا
تو این دارا رو باید استفاده کنی، ما اصلا درمان نداریم، ما فقط پیشگیری میکنیم، اینو یه خورده کندش میکنیم. و چقدرم که عمر داری این بیماری باید باهات زندگی کنی دیگه، این بیماری رو داری تو. خیلی ناامید شده بودم، خیلی میگم که افسردگی حادی گرفته بودم، پیش روانشناس حتی میرفتم، کلا دیگه زندگیم به هم خورده بود، امیدی نداشتم به زندگیم. خونه خودم بودم، دیدم که شبکه ITN جناب دکتر وزیری تبار دارن صحبت میکنن از بیماری های خاص، از نحوه درمان بیماری با سلول های بنیادی. نشستم قشنگ نگاه کردم اینا، برداشتم دیدم شماره نوشته، یکی از شماره ها رو برداشتم تماس گرفتم، یه خانمی جواب ما داد، شماره تلفنم از من گرفت، گفتن که دکتر در اسرع وقت باهاتون تماس میگیرن. که مدت کوتاهی گذشت، دکتر خودشون با هم تماس گرفتن، تماس گرفتن، شرح حال بیماری ما از من پرسیدن، پرونده پزشکی ما خواستن، منو براشون توضیح دادم و دکتر فرمودن که دخترم شما خوب میشی، 100% سلامتی تو به دست میاری. به هم امید دادن، خیلی خیلی امیدوار شدم. بعد مدت کوتاهی دارا اومدن دستم، خلاص دارا رو گرفتم و دکتر فرمودن که با این دارا یه رژیم خاصی هم باید بگیری، یه رژیمی دارن این دارا که انجام دادن. هرچی دکتر فرموده بودن من هم همون کار رو کردم، طبق نظر دکتر من اینو پیش رفتم و این دارا رو استفاده کردم. حتی هم از دکتر عزیزم پرسیدم، گفتم دکتر جان من الان میتونم بازم سنووکس، آمپوله سنووکس هفته یک نی استفاده کنم؟ گفت نه دخترم، همونجوری اونا رو بریز تو سطل زباله. گفتم دکتر اینا رو استفاده نکنم حالم بهتر میشه، قابل به بیرون رفتن نیستم، میافتم، یه دفعه از پله برم پایین میافتم، تو خیابون باشم یه دفعه میخورم زمین. گفت اصلا نگران نباش، یه خورده تعامل کن تا بذار یه مدتی بگذره. خلاصه من چند روز اینا رو که استفاده کردم، این قرصایی که دکتر برام فرستاد، قرصام همشون گیاهی بودن، اصلا شیمیایی توشون نبود. اینا رو یه دو سه روز چند روز استفاده کردم، دیدم که دوباره همون دوبینی رو دارم و همون گزگز و همون نداشتن تعادل. و زنگ زدم واسه دکتر، خب وقت و بی وقت بود دیگه، وقتی که من اینجوری بیماریم به من غلبه میکرد، منم دیگه پناه میبردم به دکتر، دیگه نمیفهمیدم که اون بر نزدیک های صبح وقت استراحت دکتره. خلاص زنگ میزدم دکترم با صبوری، با همون متانت کامل جواب رو میداد و صبوری به من امید میداد، میگفت دخترم من مسکن واسه نفرستادم که تو در جا بخوری و خوب بشی، تو یه سری داروست که باید با صبر و تحمل اینا رو استفاده کنی تا یه سری بهش زمان بگی، تو دردات رو تحمل کن، این دارا رو استفاده کن تا به نتیجه خاص برسی. که استفاده کردم، بعد مدت یک ماهی که گذاشتم، نه واقعا دارم به سلامتی خودم میرسم، واقعا انرژی دارم میگیرم، دوبینیم خیلی کم شده، گزگزم کم شده، تعادلم یواش یواش داره خوب میشه، که همین به همین روال پیش رفتم تا مدت 6 ماه هم تموم شد. 6 ماه هم که تموم شد، برای دکتر زنگ زدم، گفتم دکتر داروام تموم شده، چیکار باید بکنم؟ گفت دخترم برین یه MRI بگیر، مطلع شو از بیماری خودم، خودت مطلع شو ببین که تو چه وضعی هستی. که من رفتم پیش دکتر معالج خودم تو ایران، گفتم دکتر یه MRI میخوام برام بنویسی. گفت دلیلی نداره الان من واسه MRI بنویسم، تو چند ماه پیش MRI گرفتی، اما بیماری که مشخصه، تو دارات ادامه بده، بعد حالا چند سال دیگه من واسه بنویسم، الان خیلی زوده. گفتم نه شما برام MRI بنویسیم، من میخوام که یه MRI برام بنویسیم دیگه. با اصرار خودم دکترم برام MRI نوشت و بعد که جوابشو بردم خون، دیدم دکترم یه جوری نگاه میکنه، استرس گرفتم، گفتم که دکتر چرا اینجوری نگاه میکنه؟ حتی نذاشتم که مطالعش تمام بشه، بهش گفتم دکتر تو را خدا به من بگو که چی مشاهده میکنی. فراغی که گذاشت با این، گفت دخترم کاملا خوب شدی، تو پلاکات کلا خاموش شدن، چی کار کردی تو؟ گفتم والا من یه سری دارو گرفتم، از آمریکا گرفتم استفاده کردم، با اینا خوب شدم دیگه، اصلا آمپولایی که شما برام تجویز میکردین اصلا استفاده نمی کنم، اونا همونجوری موندن تو خونه، حتی دکترم هم گفته بنداز تو سطح زباله، این همه که خرجشون کرده بودن دلم هم نمیومد بندازم دور، همونجوری موندن تو یخچال. بعدش گفت که دخترم عالیه، تو این دارا رو بیار برام، این نقطه رو بیار برام، منم اینا برای بیمارای بعد دیگه من اینا رو تجویز کنم. گفتم اینا هر جایی نیستن،
این یه سری مراحل خودش داره که دکتر رو معرفی کردم، شماره دکترم حتی به دکتر ایران خودم دادم، خیلی هم پذیرفت، خیلی هم خوشحال شد، ایمان آورد، اصلا گفت واقعا همچین چیزی اگه هست واقعا مریضا به مریضا بگین که برن سمت سوش دیگه اینجوری تو عذاب نباشن. خلاصه که اومدم خونه واسه دکتر خودم زنگ زدم، گفتم دکتر من چنین، گفت جواب اماره من واسه ایمیل کردم، گفتم دکتر نگاه کنین چنین، دکترم اینجوری، گفت دخترم تو کاملا خوب شدی که اصلا کلا پلاکات خاموشی دیگه، اونجوری که شفاف بودن نیست، پلاکات نیست، خدا رو شکر برو جشن میگیر، من میدونستم تو خوب میشی ولی من میخواستم که از زبون خودت بشنوم. دیگه خلاصه گفتیم که خوب شدم چه بهتر. بعد دو سه روز گفتم که دکتر من خوب شدنم، و چون خیلی بیمار میدیدم، خیلی مریضا اینچنانی میدیدم، گفتم دکتر بذار بقیه بیمارای پیامی بدم که همچین چیزایی هستن، اینجوری که من خوب شدم بذار بیمارای دیگه هم خوب بشن. که یه روز نشستم دکتر برام زنگ زد، همین زنده تو آیتین صحبت کردم، تلفنی صحبت کردم، همین حرفایی که الان زدم همین تلفنی زدم، پخش زنده بود که بیمارای دیگه هم بشنون که همچین چیزایی هست. بعدش دیگه این تموم شد، یک سه سالی گذشت، همه به من میگفتن که تو الان خوب شدی بازم بیماری بهت برمیگرده. خیلی ناراحت شده بودم، میگفتم خدایا، ولی هر سال هم امارای میگرفتم ولی هیچی هم نبود، میگفتم برمیگرده، حالا این یه جورای پنهان شده دوباره این خودشو نشون میده، بازم بیماریت برمیگرده، بیماری به این مهمی. که سه سالم تموم شد یه روزی واسه دکترم زنگ زدم، همیشه که باهاش در تماس بودم دکتر خودشم میگفت به من این رژیم غذایی من، به من میگفت همیشه غذاهات ارگانیک بخور، سبزیجات میوه‌جات، دکتر خیلی راهنمایی میکرد، خیلی اون گفت دارو که استفاده نمیکنی دکتر خودت باش، از لحاظ غذایی و از لحاظ مکانی اینا شرایطتو باید خوب نگه داری. حرفشو خیلی گوش کردم، خیلی هم به نتیجه رسیدم، دکتر اصلا عالی مشاورم میکرد. که سه سال گذشت دوباره واسه دکتر زنگ زدم، گفتم دکتر من حالم خوبه، گفت خدا رو شکر منم خوشحالم حالت خوبه. گفتم دکتر میخوام بازم پیام رسانی کنم، یه پیامی به بیمارای دیگه بدم که اینم در جریان باشن، من اینجوری خوب شدم، الان سه سال هیچ داروی استفاده نمی کنم، من یک روز نمیتونستم بدون دارام زندگی کنم، یعنی یک ساعت از وقت دارام میگذشت دوباره اون حالت به من برمیگشت، ولی الان سه سال بدون دارو دارم زندگی میکنم. که دکترم پذیرفت، یه شب یلدایی بود که حرف زدم دوباره تلفنی، برنامه زنده حرف زدم، پیام رسانی کردم، گفتم بیمارای دیگه هم بذار در جریان باشن، چون خودم هم این شرایط طی کردم، خیلی شرایط بدیه، خیلی آدم اصلا کلا از زندگیش ناامید میشه، میگفتم این بذار بیمارای دیگه به این ناامیدی دچار نشن، اینم امید داشته باشن، همچین چیزی هست. که حرف زدم، برنامه زنده حرف زدم، خلاصه پیام رسانی کردم، دوباره این سه سالم تموم شد، الان 8 سال خیلی خوبم، هر سالم امارای میگیرم، امارای خودم هم هستن، این امارای که بیمار بودم، این امارای که دارای دکتر رو استفاده کردم. نگاه کنی عزیزای دلم، ببینین یه آدم خیلی معمولی هم میفهمه که اینجا چه خبره، ببینین پلاکامو نگاه کنین، ببینین چقدر پلاکه، ابعاد بزرگ داشتم، کل مغزم پلاک بود، نگاه کنین همه ببین پلاکن، مغزم پر پلاک بود. اینجا رو نگاه کنین، بعد اینکه دارا رو استفاده کردم چیز امارای من رو نگاه کنین، ببینین یه دونه پلاک هست تو مغزم، هیچ چی نیست تو مغزم، ببین اینا همه سنده، امارای خودم هم ببینین به اسم خودم، ببین دلبر طاهری بیمار معالج، دکتر معالجم همه اینا هستن، همه سندن، هیچ تبلیغاتی نیست، نه دکترم هم خبر داره، من وظیفه انسانی خودم دونستم که این پیام رسانی کنم برای عزیزانی که این شک رو دارن، این بیماری رو دارن، تو عذابم خلاصه هر جور باشه من این مرحله رو طی کردم، خیلی سخته با این بیماری ها کنار اومدن، به خاطر همون وظیفه خودم دونستم که این برنامه رو بگیرم، عزیزان ببینن، مدرک هست، خودم هستم، مدرکم هست، میتونم بیان ببینن، من خودم هم خیلی آدرسمو دادم، از اصفهان، از تهران، از شیراز، از یزد، از همه جای دنیا تشریف میارن، بازم دلم میخواد بیان ببینن، من بچه ساکن
استان گیلانم، شهرستان تالشم بیان. اون دفعه هم آدرس خودم رو گذاشتم، گفتم هر کسی که دلش میخواد بیاد نگاه کنه ببینه من هستم. الان 8 سال گذشته، خیلی 8 سالم خیلی، یه عمریه بدون دارو زندگی کردن، اینجوری سر سلامت زندگی کردن خیلیه. خیلی خوشحالم. دکتر دراپا، از دکتر وزیری تبار ممنونم، خیلی لطف کردن واقعا. بالا سر خدای بزرگ. دومم که این دوتا عزیزانم دستشون از راه دور میبوسم، سپاسگزار این دو نفر هستم که خیلی خیلی برام تو زندگی مهم، من سلامتی ما به من برگردوندن، مدیونشون هستم. این سلامتی ما خانوادم، خودم تو آرامش کامل دارم به زندگیم ادامه میدم، خیلی عادی مثل یه مردم عادی دارم به زندگیم ادامه میدم، زندگیمو میکنم، هیچ مشکلی هم ندارم خدا را شکر. اینجا هم که از جناب آقای علی خانی و خانم کریمی که خیلی زحمت ما رو میکشن، پرسنل دکتر هستن، هر مریضی که زنگ میزنه میاد اینجا منو میبینه، اینا رو میبینه، معرفی میکنم، خیلی صبورانه جوابشون رو میدن، خیلی خوب اونا رو راهنمایی میکنن، ازشون ممنونم. سلامت باشین. و دکتر وزیری تبار و درابای عزیز، خیلی سپاسگزار این دو نفر هستم، مدیونشون هستم، خیلی ممنون. براتون آرزوی بهترین ها رو دارم، انشالله همیشه زنده باشین. دعاتون میکنم، چقدر که عمر دارم به جونتون دعا میکنم، دستم که کاری بر نمیاد جز این که دعا کردم. انشالله همیشه سلامت باشین، خیلی ممنون که هستین، دست گلتون در نکنه، سلامت باشین، خدا نگهداری همتون. خب صحبت های این نازنین رو گوش کردید، ممنونم خانم داهری، لطف دارید، محبت دارید، این همه لطف و محبت شما، واقعا نمیدونم چجوری پاسخگو باشم، وظیفه ای من بوده. و این همون مطلبیه که من بارها میخواستم در مورد بیماری ها خدمتون عرض بکنم. درمانی که ما انجام میدیم درمان همیشگیه، درمان موقت نیست، درمانی یه سال و دو ساله نیست. 8 سال بیمار ام اس داشته، 8 سال قبل درمان شده، 8 سال میگذره، همینطوری که در ویدیو دیدید با چه سرعتی از پله بالا و پایین میره و امارایش هم نشون شما داده، آخرین امارای، اولین امارای که هیچ اثری از ام اس در مغزش وجود نداره و این یک چیز خارق‌العاده است. واقعا استمرژین فوق‌العاده اثر میکنه، بخصوص در مورد بیماری ام اس. حالا با هم دیگه بریم و قسمتی از به اصطلاح ویدئویی که من برای شما تاییدم در مورد ام اس و انواعش رو ببینیم، برگردیم من در خدمتتونم. ببینید اینجا در مورد تشخیصش، نوعش، همه اینا توضیح میده، من بارها این فیلم نشون دادم. در زنها و آقایون هر دو گرفتاری ام اس وجود داره، در خانم ها بیشتره، تقریبا 2/3 به نسبت 2/3 1/3 است. از نظر تشخیصی مدارک زیادی لازمه، بررسی های زیادی لازمه که فرد رو ما تشخیص بدیم بیماری ام اس داره. علائم بی‌حسی اندام ها، گزگز شدن، نامنس شدن انگشتان، حالت تاری دید، عدم تعادل، سنگینی پا و این مسائل، اینا جز علائمی است که ما رو سوق میده به این طرف که نکنه بیمار ام اس داره. باید یه سری چیزایی رو به قول ما پزشکا رولاوت کنیم، یعنی رد کنیم. برای همین آزمایش خون میدیم. آزمایش خون برای این ام اس نیست، برای اینکه بدونیم که بیماری دیگه نیست. ولی بهترین روش به اصطلاح تشخیص بیماری ام اس MRI هست، یعنی Magnetic Resonance Imaging، تصویر برداری مغناطیسی که وسیله مغناطیس انجام میشه، که حدود 30 خورده ساله که این تشخیص اومده در دنیا این دستگاه و نشون میده. اون عکس نگاه کنیم، دو نقطه سفید، دو نقطه ای که پلاک ایجاد شده. پلاک به اصطلاح یعنی خوردگی قشاع خارجی عصب که میلین ما بهش میگیم. در نهایت در بعضی ها اگر این پلاک ها دیده نشد و ما نتونستیم تشخیص بدیم که این فرد آیا واقعا ام اس داره یا نه، که مایع نخاعی رو بررسی کنیم. حالا این 4 نوع رو همونطور که در صفحه تلویزیون میبینید، نوعهای عود کننده ثابت، پیشرونده ثانویه، پیشرونده و
عود کننده پیشرونده هست. حالا اگر ما نوع یک رو بگیم که 80% بیماران ام اس دچار این نوع هست، مثل آقای سلاری که نوع خیلی خوبیه، عود کننده ثابته، یعنی مریض میشه درمان میکنه دوباره حالش خوب میشه، مریض میشه درمان میکنه دوباره حالش خوب میشه، بدتر از اون چیزی که هست نمیشه. درسته حمله بهش دست میده ولی بعد از حمله بهتر. ولی در نوع سکندری پروگرسیو که یکی از نوعهای خیلی خوبش نیست، اولش یکی دو بار مثل نوع اول حمله دست میده خوب میشه و بعد دیگه بیماری به طور آهسته پیشرفت میکنه. در نوع سوم پیشرونده اولی اصلا تشخیصش هم خیلی سخته، برای اینکه یه مرد اصلا حمله ای نیست ولی ما متوجه میشیم بر اثر حالا اتفاقی که بر بیمار میفته امارای میکنیم متوجه این مطلب میشیم. در نوع چهارم یعنی پیشرونده عود کننده، یعنی این خیلی نوع بدیه، یعنی عود میکنه پیشرفت میکنه دوباره بدتر میشه، دوباره عود میکنه حمله دست میده دوباره بدتر میشه. این چهار نوع ام اس که خیلی از بیمارا ما نوع سکندری پروگرسیو هستن، پیشرونده ثانویه که نوع سختی از درمانش. میگن نظر درمانی، خب داروهای هست به بیمار میدن و نوعش مهمه، امارایش نتیجه چیه، اینا همه اون پروتکل درمانی رو برای بیمار تشکیل میده. خب من توضیحات مفصل راجع به بیماری ام اس دیدید، براتون توضیح دادم که چی هست چگونه هست و دیگه عزیزانی که باید یاد میگرفتن دیگه یاد گرفتن بعد از این هم مدت. ولی این درمان حقیقتا معجزه میکنه، یعنی درمان با سلول های بنیادی، درمان با استرن رژیم برای ام اس یک معجزه میآفرینه و بیماران ام اس بسیار زیادی ما داریم در سراسر دنیا که درمان شدن و الان تحت درمان ما هستن. شما هر گونه سوالی دارید میتونید با شماره‌ای که زیر صفحه میبینید یا با میدیای ما تماس بگیرید، حالا توییتر، فیسبوک، اینستاگرام، هر چیزی که از تماس بگیرید و بتونید اون چیزی که لازم دارید از ما سوال بکنید، من در خدمت شما هستم برای مشاوره. در اینجا میخوام از شما خواهش کنم بریم و این برنامه مفصلی رو راجع به این که اصلا استمسل چی هست، چگونه عمل کرد داره و اثراتش چیه و چگونه باعث بهبودی افراد میشه، این رو ببینیم، ویدیو رو برگردیم، من در خدمتتونم. استمریجن که تقویت کننده سلول های بنیادی است، یعنی نقش طبیعی سلول های بنیادی در بدن رو بهبود می بخشد. به طور دقیق تر، آزادسازی سلول های بنیادی از مغز استخوان و ورود آنها به بافتها را پشتیبانی می کند. به منظور درک بهتر فواید استمریجن، می توان آن را از جمله محصولات درمانی به واسطه سلول های بنیادی به حساب آورد. وقتی از درمان با سلول‌های بنیادی صحبت می‌کنیم، این فرایند معمولاً مبتنی بر استخراج سلول‌های بنیادی از یک منبع همانند مغز استخوان، جریان خون یا بافت چربی که به آن سلول‌های آدیپوز مشتق شده از بافت چربی نیز می‌گوییم. سپس تکثیر یا افزایش تعداد آنها در آزمایشگاه و نهایتاً تزریق آنها به درون جریان خون می باشد. پس به بیان ساده تر، هدف درمان بنیادی افزایش تعداد سلول های در حال گردش در جریان خون به واسطه تزریق می باشد. اما نکته‌ای که هرگز به آن اشاره نمی شود این است که نقطه آغازین این فرایند سلول هایی است که در خود بدن در مغز استخوان، جریان خون یا بافت چربی وجود دارند. اگر سلول‌های بالغ چنین پتانسیلی در تجدید و بازسازی دارند، وظیفه طبیعی آنها در بدن چیست؟ و تحریک توانایی بدن در آزادسازی سلول‌های بنیادی چه تأثیری دارد؟ فرایند تکثیر تعداد سلول‌های بنیادی در حال گردش نه از طریق تزریق بلکه به واسطه تقویت آزادسازی طبیعی این سلول‌ها از مغز استخوان، تحرک درونی سلول‌های بنیادی یا به اختصار ESCM نام دارد. پیشرفت این رویکرد درمانی از مفهومی سرچشمه گرفت که برای اولین بار در سال 2000 مطرح شد. طبق مشاهدات صورت گرفته نتایج منتشر شد که بیان می‌کرد سلول‌های مغز استخوان نه تنها توانایی تبدیل به سلول‌های خونی را دارند بلکه توانایی تبدیل شدن به سلول‌های مختلف بافتی را نیز دارا هستند. اولین مشاهدات حاکی از توانایی تبدیل سلول‌های بنیادی به سلول‌های مغز، قلب و جگر بود.
بر اساس این مشاهدات مقاله‌ای در ژورنال فرضیات پزشکی سال 2002 به چاپ رسید که مطرح می‌کرد سلول‌های بنیادی مغز و استخوان در حقیقت سیستم طبیعی ترمیم بدن را تشکیل می‌دهند. در آن زمان این فقط یک فرضیه بود، اما اکنون پس از 15 سال به عنوان عملکردی در بدن شناخته می‌شود. سلول‌های بنیادی مغز و استخوان سیستم ترمیم طبیعی بدن را تشکیل می‌دهند. در حالی که نمونه‌های حیوانی بسیاری در زمینه آسیب‌های متعدد مورد مطالعه قرار گرفته‌اند، تفسیر دقیق‌تر در رابطه با این پدیده از مطالعات مرتبط با حملات قلبی به دست آمد. پس از حمله قلبی به عنوان مثال استفاده می‌کنیم. هر زمان فردی دچار سکته قلبی می‌شود، پس از چند ساعت ترکیبات خاصی در جریان خون ظاهر می‌شوند، مثل فاکتور محرک کلونی گرانولوسید یا GCSF، فاکتور سلول بنیادی و اینترلوکین 8. این ترکیبات با گردش در خون و رسیدن به مغز استخوان، انتشار سلول‌های بنیادی از مغز استخوان را تحریک می‌کنند. تنها چند روز پس از سکته قلبی، تعداد سلول‌های بنیادی در گردش بین 3 تا 10 برابر افزایش می‌یابند. وقتی این سلول‌ها از مغز استخوان ترشح شدند، از اینکه کدام بافت نیاز به ترمیم دارد هیچ اطلاعی ندارند. بنابراین طی 2 یا 3 روز پس از آسیب یا جراحت وارد شده، بافت آسیب دیده ترکیب دیگری به نام فاکتور مشتق 1 از سلول استرومال یا SDF1 ترشح می کند. سلول های بنیادی با گردش در جریان خون به مویرک های ظریف بافت آسیب دیده می رسند. SDF1 وقتی با گیرنده های مخصوص سطح سلول های بنیادی ارتباط برقرار می کند، سبب ورود سلول های بنیادی از جریان خون به درون بافت می شود. و این سلول‌ها به محض تماس با بقایای سلولی آن بافت شروع به تکثیر کرده، تمایز یافته و به شکل سلول‌های آن بافت در می‌آیند. بنابراین این فرایند شامل آزاد شدن سلول‌های بنیادی از مغز استخوان، گردش آنها در خون، ورودشان به بافت و در نهایت تکثیر و تغییر شکل آنها به سلول‌های بافت آسیب دیده می‌باشد. پرواز است که به منظور ترمیم کامل یک بافت، هر یک از این 5 مرحله ضروری است. اما مرحله که بیش از همه هدف مطالعات بوده، آزاد شدن سلول‌های بنیادی از مغز استخوان است. آن هم به این دلیل که دانشمندان به چگونگی تحریک این آزادسازی سلولی پی بردند. یعنی تزریق ترکیباتی چون GCSF که منجر به افزایش تعداد سلول‌های بنیادی در حال گردش می‌شود. مطالعات زیادی به بررسی رابطه بین سلامت و تعداد سلول‌های بنیادی پرداختند که حاصل آن 3 نتیجه کلیدی مهم است. نتیجه 1. میان سلول‌های بنیادی در گردش و توانایی ترمیم بدن ارتباط مستقیم وجود دارد. نتیجه 2. اگر بتوان تعداد این سلول‌ها را افزایش داد، می‌توانیم توانایی بدن برای ترمیم و بازسازی را تقویت کنیم. نتیجه 3. بین توانایی بدن در حفظ سلامت خود و تعداد سلول‌های بنیادی در گردش ارتباط مستقیمی وجود دارد. یا بالعکس، در افرادی که تعداد سلول‌های در حال گردش کمتر است، ریسک ابتلا به بیماری‌های متعدد تحلیل برنده بالاتر می‌باشد. بیایید نگاهی داشته باشیم به مطالعاتی که به شرح این 3 مورد از جوانب سلامت انسان می‌پردازند. در این مطالعه دانشمندان به تعیین تعداد سلول‌های در گردش 500 نفر از کسانی که در خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی هستند می‌پردازند. گروه اول شامل افرادی با سطح سلول‌های بنیادی کمتر می‌باشد. گروه دوم شامل افرادی با سطح متوسط سلول‌های بنیادی و گروه سوم شامل افراد با سطح بالایی از سلول‌های بنیادی هستند. این نمودار طبق مشاهدات به دست آمده از هر نوع عارضه قلبی عروقی در طول 1 سال است. به طور مثال، حمله قلبی، درد قفسه سینه یا ریتم غیر طبیعی قلب، مسئولیت از هر گونه عارضه قلبی عروقی را نشان می‌دهد. حرکت رو به پایین هر یک از خطوط نشان دهنده ابتلای یک فرد به یکی از این بیماری‌های قلبی عروقی است. بنابراین می توانید افراد با سلول‌های بنیادی کمتر در مقایسه با آنها که از سطح بالای سلول‌های در گردش خون برخوردارند به عارضه‌های قلبی عروقی بیشتری دچار می‌شوند. در نتیجه تعداد سلول‌های در گردش بهترین فاکتور پیش‌بینی در سلامت قلبی عروقی است. به عبارت دیگر، هرچه تعداد سلول‌های بنیادی در گردش بیشتر باشد، بدین معنی است که سلول‌های بیشتری آمادگی شرکت در فرایند ترمیم بافتی قلب را دارند. در نتیجه سبب به تعویق انداختن و حتی پیشگیری از مشکلات قلبی عروقی می‌شوند.
با توجه به این یافته ها اگر قادر به افزایش تعداد سلول های بنیادی باشیم، آیا می توان فرایند ترمیم بافتی را بهبود بخشید و در واقع مسیر یک بیماری را تغییر داد؟ این مطالعه است که توسط مؤسسه ملی سلامت انجام گرفته. در این مطالعه دانشمندان با تحریک حمله قلبی در موش‌ها آنها را به دو گروه تقسیم کردند. گروه کنترل که هیچ مداخله‌ای برای آنها صورت نگرفت و گروه آزمایشی که به آنها GCSF و فاکتور سلول بنیادی تزریق شد که به طور قابل توجهی منجر به افزایش تعداد سلول‌های بنیادی در گردش شد. حیوانات گروه کنترل پس از یک ماه بررسی شدند. بافت التیامی در دیواره بطنی به طور محسوس قابل مشاهده است. هیچ عروق خونی جدیدی دیده نشده و درصد بقا 17% است. در گروه آزمایشی ترمیم دیواره بطنی به طور قابل توجهی مشاهده می شود. رگ‌های خونی جدید به درون بطن‌ها وارد شده و درصد بقا 73% است. بنابراین در جهانی که هیچ راه حلی برای بهبود یافتن از یک حمله قلبی وجود ندارد، نتایجی ارائه شد که نشان دهنده که بهبود تقریباً 100% بعد از یک ماه است. به دلایل متعدد این پروتکل انجام شده برای موش‌ها قابل اجرا برای انسان‌ها نیست. با این حال حاکی از یک حقیقت بسیار مهم است. اگر روشی برای افزایش تعداد سلول‌های بنیادی در گردش وجود داشته باشد، پس بدن سازمان یا بیولوژی مورد نیاز برای استفاده از این سلول‌ها به منظور ترمیم بافتی را به میزان قابل توجه داراست. داده‌های مشابهی در رابطه با دیگر عارضه‌ها همچون دیابت، بیماری‌های ریوی، آسیب‌های فیزیکی، همانند شکستگی استخوان، زخم‌ها، مشکلات سیستم عصبی همچون سکته مغزی، بیماری پارکینسون و ضایعات نخاعی به دست آمده است. در حین انجام چنین مطالعاتی، برخی مشاهدات اتفاقی نیز صورت گرفت. مثلا حین مطالعه بر روی ترمیم یک عضو و یا امکان انجام پیوند مغز استخوان، دانشمندان پی بردند که سلول‌های بنیادی قابلیت ورود به بافت‌های آسیب ندیده را نیز دارند و می‌توانند در فرایند ساده ترمیم طبیعی بافت یا حفظ سلامت بافت شرکت کنند. به عبارتی سلول‌های بنیادی علاوه بر ترمیم بافت آسیب دیده، با جایگزینی با سلول‌های از بین رفته در ترمیم روزانه و طبیعی بافت به عنوان فرایند تغییر و تحول بافتی مشارکت داشته باشند و نشانگر این است که علت اصلی و بنیادین ظهور بیماری زوال توانایی بدن در ترمیم خود است. به عبارت دیگر در افرادی که تعداد سلول‌های بنیادی در گردش کمتر است، خطر ابتلا به بیماری‌های متعدد تحلیل برنده بیشتر می‌شود. در اینجا به چند مثال اشاره می‌کنیم. در این مطالعه تعداد سلول‌های بنیادی در گردش برای افراد مبتلا به دیابت در مراحل مختلف تعیین شده است. گروه اول با سطح تحمل گلوکز نرمال، مبتلایان به اختلال قند ناشتا، مبتلایان به اختلال تحمل گلوکز و در نهایت دیابتی‌های وابسته به انسولین می‌توان دید که با پیشرفت مراحل ابتلا به دیابت تعداد سلول‌های بنیادی کمتر و کمتر می‌شود. با افزایش مشکلات این بیماران همچون نفروپاتی دیابتی یا درگیری کلیوی و مشکلات مرتبط با آن مشاهدات مشابهی حاصل شد. با شمارش تعداد سلول‌های بنیادی در گردش این افراد و جداسازی آنها بر اساس تعداد سلول‌ها مشاهده می‌کنید که در افراد با تعداد سلول‌های بنیادی کمتر عملکرد کلیوی طی یک سال رو به زوال می‌گذارد. این در حالی است که وضعیت افراد با تعداد بیشتری از سلول‌های بنیادی ثابت باقی می‌ماند. پس آن دسته که تعداد سلول‌های بیشتری دارند توانایی حفظ عملکرد کلیوی بالاتری را دارا هستند. مشاهدات مشابهی نیز در رابطه با دیستروفی یا تحلیل عضلانی گزارش شده و در نهایت مطالعه دیگری که طی آن تعداد سلول‌های بنیادی در گردش در افرادی که از اختلال نعوظ شکایت دارند محاسبه شده و نتیجه آن با تعداد سلول‌های بنیادی موجود در خون گروه سالم مقایسه شد. تعداد سلول‌های بنیادی در گردش در افرادی که از اختلال نعوظ رنج می‌برند تقریباً نصف تعداد سلول‌های موجود در افراد سالم است.
اگر شاخص بین‌المللی عملکرد نعوذ همه این افراد را مشخص کنیم و این شاخص را با تعداد سلول‌های بنیادی در گردش مرتبط سازیم، رابطه مستقیمی را خواهیم یافت. بین عملکرد نعوذ و تعداد سلول‌های بنیادی در گردش رابطه مستقیم وجود دارد. این ارتباط در بیماری تصلب شرایین نیز صادق است. در واقع رابطه مستقیمی بین تعداد سلول‌های بنیادی در گردش و سلامت عمومی سیستم قلبی عروقی برقرار است. در رابطه با سیستم تنفسی، عملکرد کبدی، بیماری‌های سیستم عصبی همانند پارکینسون و آلزایمر و حتی در رابطه با سندرم متابولیک نیز اینگونه می‌باشد. نتیجه اینکه در افراد مبتلا به پیشرفت بیماری‌های تحلیل برنده در مقایسه با افراد سالم به طور متوسط تعداد سلول‌های بنیادی کمتری در گردش خون وجود دارد. بنابراین نتیجه حاصل شده این است که اگر واسطه‌ای برای افزایش تعداد سلول‌های بنیادی وجود داشته باشد، این عمل سبب تقویت توانایی بدن در ترمیم و بهبود سلامت کلی خود خواهد شد. مشکل اینجاست که ترکیبات شناخته شده به منظور این امر مانند GCSF و فاکتور سلول بنیادی نمیتوان بدون خطر عوارض جانبی بیش از چند روز برای انسان مورد استفاده قرار گیرند. به همین دلیل دستیابی به استمریجن پیشرفت عظیمی در تحقیقات سلول‌های بنیادی است. اما نکته منحصر به فرد استمریجن این است که تمامی ترکیبات آن با دوز مناسبی به کار گرفته شده که به تنهایی قادر به تقویت عملکرد سلول‌های بنیادی هستند. امروز بدون شک استمریجن قدرتمندترین تقویت کننده سلول‌های بنیادی موجود است. بیش از 2 سال است که استمریجن در دسترس عموم قرار دارد و گزارشات این ترکیب مؤثر حاکی از تأثیر بسیار شگفت‌انگیز و متحول کننده آن برای بسیاری است. موارد بسیاری در حال ثبت و درمان می باشند و امیدواریم به زودی آنها را در نشریات علمی به چاپ برسانیم. امید است این گزارش درک بهتر و مفیدتری نسبت به موفقیت چشمگیر استمریجن و اهداف و مفاهیم ماورای آن به دست داده باشد. و مهمتر از همه فوایدی است که مصرف آن برای بیماران شما به ارمغان خواهد آورد. خب امروز مفصلا دیگه راجع به MS، عوارض MS، مسائلی که راجع به MS، نحوه درمان صحبت کردیم. باز هم استدعا میکنم از تمام عزیزانی که دچار بیماری MS هستن یا عزیزانی که میشناسن که دچار بیماری هستن، خواهش میکنم دریغ نکنید با اون شماره‌هایی که زیر صفحه هست تماس بگیرن، وقت مشاوره بگیرن، من باهاشون صحبت کنم، براشون توضیح مفصلی بدم که ما چیکار براشون میتونیم بکنیم و در چه نوع ام اس و کاتگوری قرار دارن که ما چه درمانی میتونیم بکنیم، چقدر طول میکشه. حتما این کار رو انجام بدید و کل بیماری و هر بیماری صعب العلاجی که دارید، من بارها در صحبتام گفتم هیچ وقت ناامید نشید، مطمئن باشید راه حلی برای این درمان وجود داره. بیش از این مصدع اوقات شما عزیزان نمیشم. شب و روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم. تا هفته آینده خدا یار و نگهدار شما باشه. اول در مورد وبسایت خودمون براتون صحبت بکنم. اگر شما وارد وبسایت www.drwazirytabar.com بشید، یعنی همونی که پایین صفحه موقعی که من برنامه اجرا میکنم مشاهده میکنید، وقتی واردش بشید که الان ما این کار رو برای شما انجام میدیم، ببینید الان ما وارد وبسایت کمپانی شدیم. خب در بالا نوشته شده الان ما تو خانه هستیم، جایی که تو هوم هستیم، صفحه اصلی که در بالا نوشته شده همونطور که میبینید دکتر شهریار وزیری تبار، بعد درمان، بیماری ها، بهبود یافتگان، محصولات، رویدادها، تیم ما و ارتباط با ما. اگر ما بریم روی تیم ما و کلیک بکنیم، متوجه خواهیم شد که تیم ما از چه افرادی تشکیل شده. همینطوری که در تصویر میبینید، آقای دکتر دراپا، بنده که در خدمتون هستم، و خانم میترافته که کارشناس تغذیه کمپانی هستن. این کسانی هستن که
تیم ما رو در امریکا تشکیل میدن. البته تیم ما افراد بسیار زیادی باز هم در خود امریکا، کارمندان ما در دبی و در لندن و در ایران داره، ولی خب ما به اصطلاح فاندرهای این کمپانی رو، کسانی که این کمپانی رو پایه‌گذاری کردن رو به عنوان تصویر به شما نشون میده. بعد بریم راجع به محصولات صحبت بکنیم. کلیک کنیم روی محصولات. وقتی وارد محصولات بشیم، محصول اصلی این کمپانی محصولی است به نام سم رژن، همینی که در تصویر می‌بینید که نوشته شده تقویت کننده طبیعی سلول‌های بنیادی استنجیم، قوی ترین محصول کامل طبیعی موجود است که به منظور تحریک ترشح، همینه که در صفحه می‌بینید نوشته شده که چندین میلیون روزانه استمسل رو از مغزستان آزاد میکنه و میره به طرف بافتای صدمه دیده. تصویرش هم همین تصویری است که در اینجا میبینید، این باتلی که در اینجا تصویرش رو میبینید. و اگر کمی پایین تر بیایم، برای کسانی که در امریکا هستن، در کانادا، اروپا، خارج از کشور هستن، اگر مایل باشن میتونن، اگر بخوان با مشاوره‌ای که با من میکنن، میتونن استم رژین رو به صورتی که الان در این تصویر نشون داده شده یا 3 تا یا 6 تا رو به قیمتی که زیرش نوشته شده به صورت پیپال از کمپانی ما خریداری کنن. خریداری از طریق پیپال هست اگر در خارج از ایران هستید و میخواید. به غیر از مشاوره‌ای که با من میکنید، گاهی اوقات نیاز است که داروی جانبی هم کنارش بیاد که اون هم به این مسئله، به این داروها اضافه خواهد شد. و بعد اگر بریم سراغ بیماری ها، اگر وارد صفحه بیماری ها بشیم، مشاهده خواهیم کرد که تمام، ببینید تصاویر رو، تمام بیماری آرتروز، آدیسون، آتاکسی، آبسیا، از الف تا یه ما اینها رو ردیف کردیم. همینطور که داریم میایم پایین، صفحه رو میبینید به ترتیب میایم پایین، تمام بیماری ها اهم از دیابت، دژنرسیون، روماتیسم، سکته مغزی، فرض بکنید که ناراحتی های سیاتی، سر، فلج مغزی، فابرومالژیا و و و و همه اینا تا به پایین، تمام بیماری هایی که از طریق این روش درمان قابلیت بهبودی دارن رو شما میتونید مشاهده بکنید. و بعد از بیماری ها میریم سراغ بغلش بهبودیافتگان. اگر ما اینو کلیک بکنیم، کسانی که بهبودی با این درمان پیدا کردن، ویدئوهاشون رو در اینجا، نمونه هایی از بیماران درمان شده یا تحت درمان میبینیم که کسانی که روماتیسم، دیابت، ام اس، سکته قلبی، آرتروز، آتیزم، پارکینسون، سیروز کبدی، تنگی کار نخاعی، زایای نخاعی، اندومتریوز، ام اس، آرتروز، آمفیزم، لوپوس، ام اس، لوپوس، تومور مغزی، اسکلرودرمی، سرطان سینه، دیسک کمر، دیابت، انسداد مزمن ریه و تمام اینا که میبینید، اینا نمونه های از بیماران درمان شده هستن که ویدئوهاشون اینجا هست. حالا اگر صفحه، هر صفحه‌ای برید فرق نمیکنه، اون وسط میبینید، همینطوری میبینید نوشته شده روش درمان طبیعی از طریق آزادسازی سلول‌های بنیادی. 5 تا علامت میبینید. این علامت ها به ترتیب از دست چپ، یکی فیسبوکه، یکی توییتره، یکی اینستاگرامه، یکی یوتیوبه و یکی تلگرامه. به عنوان مثال حالا اینجا از وبسایت خودمون ما میریم، از اینجا درست ببینید اینو کلیک میکنیم، میریم وارد اینستاگراممون میشیم. بله، این تصویری که میبینید تصویر اینستاگرام ما هست که بسیار مجهز است و همه چی رو در این میتونید ببینید. و اگر دقت بکنید در اینستاگرام ما که وارد بشید، یه مقداری که بیاین اونجا نوشته شده صفحه رسمی دکتر شهریار وزیری تبار، مدیریت روابط عمومی، برای وقت مشاوره تلفنی نام بیمار، بیماری و تلفن را به این شماره واتساپ یا تلگرام نمایید. این که در اینجا میبینید، من الان دارم دورش رو با این فلش نشون میدم، این اون چیزی هستش که شماره هستش که اون کسانی که برنامه تلویزیون من رو نمیبینن و تلگرام رو میبینن، میتونن با این شماره از مرکز ما، از روابط عمومی ما وقت مشاوره بگیرن. بعد پایین که میایم تصاویر رو میبینیم که نوشته شده سلولای بنیادی، تصاویر مختلف، نحوه درمان بیماری کلیوی، آرتروز.
اگر نگاه کنید اون بالا اینجا نگاه کنید نوشته پست، یعنی پست ها، بغلش نوشته IGTV. لطفاً IGTV رو کلیک کنید ببینید. آها، وقتی IGTV رو کلیک میکنید صحبت های هفتگی من میاد، یعنی صحبت هایی که به غیر از برنامه تلویزیونی، صحبت هایی که با شما عزیزان میکنم. اینجا مثلا نوشته شده دکتر شهریار ازدار، استرم رژین و پیشگیری از ابتلا به کرونا و تاثیرات کرونا در بیمار در حال درمان که صداشون بر ما فرستادن، بعد دوباره بیمار درمون شده ام اس، بعد ویدئوی بیماری تنفسی و ویدئوی بیمارانی که بهبود یافتند شما در این به اصطلاح آی جی تی وی میتونید ببینید. من معمولا مرتبا هر هفته یه موضوع جدید رو در آی جی تی وی که این وسطی هست براتون خواهم گذاشت. برمیگردیم به پست. اگر در پست دقت کنید و به طرف بالا حرکت بکنیم میبینیم درمان آرتروز، بیماری های کلیوی، همون آقای خلبانی که امریکایی هستن و استمرجین استفاده کردن و راضی هستن، درمان سر، درمان بیماری چشمی، خانم دکتر دندان پزشکی که الان به بیماران خودشون هم توصیه میکنن برای استمرجین، و خانم دکتر، خانم همسر آقای دکتر دراپا که هنرپیشه سینما هستن و به این زیبایی که در تصویر میبینید در این اینستاگرام ما ایشون، اینا همه به صورت ویدیو، بالاش علامت ویدیو داره، میتونید اینها رو تماشا کنید ببینید و تمام رو تا پایین. و یه قسمتی که الان اینجا هست نوشته شده که prepare renew rejuvenates، جوانسازی، سلامتی و مورد استفاده استمرژین، که اگر روش برید یک فیلم به زبان انگلیسیه که ما براتون به زبان فارسی دوبله کردیم و میتونید این رو ببینید. وقتی روش کلیک میکنید میاد و توضیح میده که دقیقاً کاری که ما میکنیم چیه، استرمیژین چی هست، و خیلی خیلی جالب مفصل. به هر حال در این، در اینستاگرام ما وارد بشید، بررسی بکنید، پیگیری بکنید، به چیزهای بسیار بسیار خوبی خواهید رسید. حالا اگر برگردیم دوباره روی به اصطلاح وبسایت خودمون برگردیم، همونی که ازش وارد اینستاگرام شدیم، دوباره برمیگردیم عقب، میریم روی همون وبسایت DR وزیری تبار، دکتر شهریار وزیری تبار. وقتی بریم، ما الان قبلش اینستاگرام رو الان باهاتون صحبت کردیم، ولی میتونید برید رو اولی F یا فیسبوک. اگر کلیک بکنید خواهید دید که صفحه فیسبوک ما باز میشه که خیلی مفصل در موردش نوشته شده. شروعش در بالا نوشته انقلاب تندرستی همراه با سلولهای بنیادی. در فیسبوک اگر تایپ کنید DR نقطه شهریار وزیری تبار و اون تصویر رو میبینید، تصویر من رو در دایره میبینید، اون رو اگر دیدید میتونید واردش بشید. همین فیسبوک به اصطلاح کمپانی هست و تمام مسائل رو همطور که میبینید از بالا تا پایین، توضیحات مختلفی که من در فضای باز برای بیماری‌های مختلف دادم از بالا تا پایین می‌بینید، بیماری‌های مختلف رو می‌بینید و و و بسیار شبیه اینستاگرام و فیلم‌های بسیار زیادی ویدئویی در این فیسبوک ما موجود هست. شما هم از طریق فیسبوک می‌تونید سند مسیج، مسیج بفرستید برای ما در قسمتی که الان من روش دارم نشون میدم، سند مسیج، هم می‌تونید از طریق اینستاگرام برای ما مسیج بفرستید یا تلفن بزنید به اون شماره. و اگر دوباره برگردیم به وبسایت خودمون، دوباره برگردیم رو وبسایت خودمون، پس تا حالا اینستاگرام و فیسبوک رو دیدیم، حالا بغلش نوشته یوتیوب قرمز رنگه. ما اگر یوتیوب رو کلیک بکنیم و وارد یوتیوب بشیم میبینیم که در یوتیوب قضیه فرق میکنه. در یوتیوب اگر برید سرچ کنید، بله همین تصویری که میبینید که سخنان آقای دکتر آلن سامرسال رو میشنوید، به محصه که باز میکنید، باز بالای یوتیوب نوشته شده انقلاب تندرستی همراه با سلولهای بنیادی، و در کنار دست راست دوباره اون علائم اینستاگرام و تلگرام اینا هست. یعنی از یوتیوب هم میتونید وارد اینستاگرام بشید. اگر سفر رو بیاید پایین، بعد از سخنرانی های دکتر آلن سامرسال که برای شما به زبان فارسی دوبله شده ببینید، میتونید تمام صحبت های من رو در فضای باز ببینید که هر کدوم دو سه یک دو دقیقه هست، و بعد بیماران درمون شده رو به ترتیب در پایین میتونید مشاهده بکنید. سمینارهایی که من در شرکت داشتم
و به طور کامل اگر کلیک کنید ویدئو رو، بخش دوم یعنی هوم و ویدئو، ویدئو دیگه تماما ویدئوها رو به شما نشون خواهد داد. حالا اگر برگردیم دوباره روی وبسایت خودمون، این بار وارد تلگرام بشیم، میتونیم تلگرام رو کلیک بکنیم و وارد تلگرام خودمون بشیم. همطور که میبینید تلگرام ما صفحه رسمی من هست نوشته شده و برای مشاوره میتونید واتساپ یا تلگرام با اون شماره بکنید. در این تلگرام کمپانی ما هست و بعد اگر برگردیم دوباره روی وبسایت خودمون میتونیم توییتر رو ببینیم، علامت اون پرنده‌ای که میبینیم. وارد توییتر هم بشیم همینطور، تو توییتر نوشته شده دکتر شهریار وزیری تبار، یعنی @dr وزیری تبار هست، همه اینها همین هست. و بعد میتونید همون نوشته ها رو در اینجا ببینید که در صدر شما میبینید راجع به دژنراسیون ماکولا توضیح داده شده و به ترتیب میاد پایین همه بیماری ها. اینجا هم میتونید برای ما پیغام بذارید، تلفن بزنید و تقاضای مشاوره بکنید.